خداوند سبحان در سوره تاها آیه 124 میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتن رنكا و نحشره يوم القیامت هر کس از یاد من یعنی قرآن و امام حق دل بگرداند بی تردید در دنیا معیشتی سخت خواهد داشت و فردای قیامت او را نابینا محشور میکنیم از اونجا که عزیزان قرآن کریم به تنهایی سامت است و برای انتقال صحیح مزامین خودش نیاز به مبین و مفسر و معول دارد و به تنهایی رافع اختلاف از بین مسلمین و مردم نیست و از سوی دیگر امام حق تجسم عینی معارف وحیانی و مبین شرایع آسمانی و الگوی عملی بندگان خداست و امامت سایر ائمه هدا علیهم صلوات الله قائم بر ولایت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست در کافی شریف جلد یک آمده است مراد از کلمه ذکر در این آیه شریفه امامت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام است ان عبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل، و من اعرض ان ذکری فإن له معیشتن رنگا قال یعنی ولایت امير امیر المؤمنین علی علیه السلام بنابراین کسانی که از امامت ائمه ای هدا عليهم سلبات الله به عنوان تبیین کننده معارف قرآن کریم روی گردان و از اطاعت اون بزرگواران سر باز میزنن به یقین هم دنیای پریشان و هم آخرتی ویران خواهند داشت در کافی شریف جلد یک صفحه 433 حدیث 91 آمده است امر رسوله بلولایت لوسیه و الولایت حیدین الحق خداوند رسولش رو بر ابلاغ امامت وسیش مولانا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام امر کرد و ولایت یا امامت اون حضرت و فرزندان معصوم اون بزرگوار علیهم صلوات الله همون دین حق است بگونه ای که اگر فرد یا جامعه اصل امامت رو باور نداشته باشد یا نسبت به امام زمان خودش معرفت لازم رو نداشته باشد اصلا دین ندارد و در صف کفار و مشرکین و منافقین دوران جاهلیت طبقه بندی می شود بر این اساسه که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه هر کس که امام زمان خودش رو نشناخته باشد و بمیرد به مرگ مردم دوران جاهلیت از دنیا رفته است